معممین اهل سنت در ایران با جلوداری مولوی عبدالحمید از حاکمیت به دلیل سرکوب معترضان و ظلم به اقلیت‌ها، حتی بهائیان تند و صریح انتقاد می‌کنند، اما معممین شیعه یا سکوت پیشه کردند و یا انتقادشان تناسبی با عمق ستم حکومتی ندارد. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. روحانیان شیعه منتقد نه تنها در ایران که در خارج از ایران نیز به ستمگری جمهوری اسلامی علیه مردم واکنشی در خور نشان ندادند. اما در مقابل آنها علمای وابسته به حکومت هر بار زبان تهدیدشان را تند و تیزتر کردند و بدون لکنت از قوه قضایی خواستند دست و پای معترضان را قطع کند و به چوبه دارشان بسپارد. چرا روحانیون اهل سنت به رغم تهدیدهای بیشتر حکومت جلودار اعتراضند، اما روحانیت شیعه به زاویه خزیدند و حرفی نمیزنند؟ شنونده گفتگوی دیدگاه با رضا علیجانی، فعال سیاسی از فرانسه باشید. آقای علیجانی، اگر معممان شیعه در قدرت نبودند و ستم آشکاری رو که از سوی حکومت جمهوری اسلامی بر مردم میره از سمت یک حکومت دیگه میدیدن، چه واکنشی بهش نشون میدادن؟ کما اینکه در حکومت‌های پیشین روحانیت تا یک ستمی به ملت میشد در بوق و کرنا میکردن، اما حالا خودشون قدرت رو در قبضه دارن، در مقابل ستم ساکتن یا اگه حرفی میزنن نسبتی با عمق و میزان سرکوب مردم نداره؟ با سلام، ابتدا یک تصحیح بکنیم. این تصویری که روحانیت از خودش داده که ما همیشه ضد ظلم بودیم اینطوری نیست. یعنی روحانیت جزء نهادهای محافظه‌کار جامعه است. سیر تاریخیش هم ببینیم معمولا متحد یا حتی اکثر نصیحتگر حکومت بوده. اگر در گذشتم مثلا یه چیزی رو مخالفت میکردن، اگه اقلیتی بودن اکثریت روحانیت، گفتم خاموش بودن یا متحد و حتی اکثر نصیحتگر بودن. استارت انقلاب هم دانشگاه و دانشگاهی‌ها و سیاسیون زدن، بعدن روحانیون پیوستن. اکثریت اوضاع و روحانیون مخالف انقلاب و حتی مخالف شخص روح‌الله خمینی بودن. من حتی شنیده بودم که بعضیشون گفته بودن یه سید خونریزه. بنابراین این تصویر ضد ظلم تصویر درستی از روحانیت نیست، اما اون شمای کلی درسته. یعنی موقعی که اینها قدرت رو گرفتن، حالا اینم بگه مدار دقیق ترش بکنیم، روحانیت به جز یه اقلیتی که خوب از ابتدای انقلاب مخالف بودن، بعضی آیت الله شریعت مداری یا آیت الله منتظری که بعد جز مخالفین شد و برخی افرادی از این دست، یا یه اقلیت محدودی که الان هم مخالفت هایی میکنن، مثل آقای عیازی، مجمع محققین و مدرسین، آقای انصاری، راد عبدالله نوری، سروش محلاتی، نازمزاده، مرتضوی، محقق داماد، قاضی‌زاده، آیت‌الله دستگیر و امثاله هم، که اینم بازم من تو پرانتز اضافه کنم که در کند کردن تیغ اعدام اینام خیلی مؤثر بودن. یعنی فعالیت‌های حقوق بشری و فشار افکار عمومی در داخل و جهان یه مسئله است، و نقد و محکوم کردن فقاهتی که حکومت میخواد بگه اینا رو ما بر اساس شرع محاکمه کردیم، اونم یه اصطلاحه و واقعا نقش داشتن این اقلیت روحانیت مخالف یا منتقد در کند کردن تیغ اعدام. اما از این اقلیت بگذاریم، اکثریت روحانیت بعد انقلاب جدا از اون محافظه‌کاری تاریخیشون وابستگی مالی پیدا کردن به قدرت. این یه مسئله بسیار مهمه. یعنی بودجهشون از دیگه بازار و مردم عادی کمتر میاد، از چاه نفت و حکومت میاد و به هر حال نونخور حکومت شدن. یه طرف دیگه هم فشار شدید امنیتیه. یعنی اون فشاری که رو جامعه هست رو روحانیت هم هست. حتی من میتونم بگم بعد از گروه‌های سیاسی بیشترین فشار و سرکوب روی روحانیون و مراجع مخالف بوده و این کاملا هم سیستماتیک بوده. یعنی دو جا ما سپاه ویژه داریم، بخش امنیتی ویژه داریم، یکی کردستان یکی قومه، و به مرور زمان روحانیت رو تصفیه کردن. یه فیلترینگ شدید و سیستماتیک بوده. پس یه فشار، یه وابستگی مالی، یه فشار شدید امنیتیه. یه عنصر دیگه هم چسبندگی عقیدتی به حکومت، خب به هر حال اشتراکات عقیدتی با حکومت دارن، و یه عامل فرعی هم حراس از آینده است که حکومت تصویرسازی خیلی ضد دینی از مخالفین میکنه. برخی از مخالفین هم گاهی قد به این تصویرسازی با همتون اعدام میکنیم اینها میزنن. مجموعه ایناست که ما میتونیم وضعیت روحانیت رو الان تحلیل بکنیم. در سوی دیگه ما معممین اهل سنت رو داریم، یا در شکل فردی مثل مولانا عبدالحمید،
یا در اشکال جمعی مثل ماموستاهای کردستان که با صراحت مقابل حکومت میستن. عبدالحمید حتی از بهایی‌ها هم دفاع میکنه. اینها چرا سکوتشون رو شکستن؟ آیا به جز اینه که تهدید حکومت خیلی بیشتر از روحانیون شیعه شامل اونها میشه؟ بله، روحانیت اهل سنت تحت فشار ستم مذهبی هستن. یعنی ما اکثرا روحانیت اهل سنت ما در مناطق اتنیکی هم هستن. حالا این مناطق هم ستم مضاعف مذهب، جدا از اون ستمی که به کل جامعه میشه طبقاتی، جنسیتی، اجتماعی و غیره، اینا تحت ستم مضاعف مذهبی هستن. همچنین عمدتا در مناطق پیرامونی هستن، یعنی یک تبعیض مرکز پیرامون هم هست، یک تبعیض اتنیکی هم هست. مجموعی اینا رو جمع بکنیم، اونها در واقع تحت فشارهای دوگانه و سگانه بیشتری هستند. علاوه این که حالا در بلوچستان بیشتر اونها پایگاه مسجد و نماز جمعه دارن، این پایگاه هم خودش کمک کرده. علاوه این که شخصیتهایی دارن که به هر حال منافع جمعی منطقه خودشون اتنیکی مذهبی رو لحاظ میکنن، حالا به لحاظ سیاسی هم خطوط مختلفی رو پیش رفتن، ولی در مجموع اونها در واقع تحت فشار افکار عمومی خودشون هم هستن و به خاطر تفاوت مذهبی که با حکومت مرکزی دارن، شجاعت مدنی و احساس ستم بیشتری هم دارن. حالا موضع مولوی عبدالحمید در دفاع از حقوق بهائی بسیار قابل ارزش بود و هست. قبلش آیت الله منتظری این موضع رو گرفته بود، ولی در مجموع ماموستاهای کردستان و مولوی عبدالحمید بسیار جلوتر از روحانیت شیعه در معدلش هستند و اینها شعار رفراندوم رو مطرح کردن، شعار تغییر قانون اساسی رو مطرح کردن، در کنار مردم به وضوح ایستادن و اینها چیزایی است که در حافظه تاریخی منطقه و مردم ایران باقی خواهد ماند. چیزی که ما میبینیم آقای علیجانی اینه که سکوت روحانیت شیعه به ایران هم محدود نیست. در خارج از ایران هم کسانی که داعیه دار تشیع هستند در مقابل ظلم جمهوری اسلامی به مردم سکوت کردن، مهر به دهان زدن. در حقیقت سکوت اینها چه توجیهی داره؟ بله درسته، یعنی ما از برخی طیف ها مثل طیف شیرازی ها و اینها بگذریم، این سکوت از همون محافظه کاری تاریخی روحانیت و چسبندگی عقیدتی که با روحانیت شیعه حاکم در ایران، حالا میگیم روحانیت شیعه حاکم هم که به هر حال روحانیت هم مخروطی شکل دیگه، یعنی اون رأس مخروط حاکم هست، بدنش نقشای متفاوتی دارن، ولی در مجموع روحانیت شیعه حاکم هست. اینها ضمناً داد و ستدهایی هم با داخل ایران دارن، یعنی داد و ستدهای مالی دارن، نمایندگانی دارن در ایران و در مجموع این وضعیتی که این روحانیت دچار شده یک ضربه تاریخی بزرگ به روحانیت شیعه وارد کرده که مدعی است ما در طول تاریخ برخلاف مثلا روحانیون دیگر مذاهب ما وعاظ و سلاطین نبودیم، ولی الان ما اینها رو در کسوت وعاظ و سلاطین میبینیم. در ماجرای روح الله زم ما دیدیم دفتر آیت الله سیستانی خطای بزرگی کرد و متاسفانه عذر بدتر از گناه آورد. بنابراین ما در مجموع اینهاست که باعث میشه که یک تصویر منفی از معدل روحانیت در ایران شکل بگیره و گاه حتی به صورت نفرت در بیاد. مولوی عبدالحمید ابتدای آبان بعد از کشتار بلوچ ها در نماز جمعه زاهدان از علمای شیعه گلایه کرد که چرا واکنشی به این کشتار نشون ندادن. بعد از اون تا الان حتی همین تقاضا هم دیگه از علمای شیعه نمیشه. فکر میکنید جامعه آیا از طیف روحانیت شیعه منتقد حکومت قطع امید کرده آقای علیجانی؟ جامعه ایران یه جامعه متکثریه، میگه بخش مذهبی سنتی داره که من فکر می‌کنم الان در اقلیتی باشن، البته مذهبی‌های سنتی بخش مهمیشون در همون مقیاسی که هستن مخالف حکومتن و از رفتار حکومت ناراضی هستن. چه ما الان می‌بینیم مثلا وقتی حتی برخی از کشته شده‌های این دوران پدرشون میان سخنرانی می‌کنن از موضع کاملا مذهبی، یا مادر برخیشون میان به هر حال اعتراض می‌کنن میگن زینب زمان منم. اینها رو به اصطلاح در پرانتز بگذاریم، اکثریت جامعه، حالا چه مذهبی چه غیر مذهبی چه حتی ضد مذهبی، اینها دیگه انتظاری اساسا روحانیت شیعه ندارن، قطع امید کردن به تعبیر شما و حتی میشود گفت گاهی روحانیت و لباس روحانی رو میبینن نماد حکومت میبینن. اینجاست که روحانیون منتقد هستن که میتونن این تصویر رو عوض کنن و اگر خودشون نخوان این تصویر رو عوض کنن دیگه گلایه از جامعه در رابطه با قضاوتی که رو روحانیت نباید داشته باشه. آقای علیجانی در مقابل علمای شیعه منتقدی که خاموش هستند، در واقع معممین تندرو وابسته حکومت رو داریم که میان خواهان اعدام و قطع دست و پای معترضان میشن.
بعد که ملت وحشیگری حکومت رو به دین نسبت میدن، اون روحانیت منتقد ظاهر و صلاح میان و فریادا سر میدن که اسلام واقعی این نیست. مردم هم متقابلا میپرسن پس اسلام واقعی کجاست؟ اینها چه جوابی برای این پرسش در آستین دارن وقتی خودشون رو کنار کشیدن و چشمشون رو به روی این همه ظلم بستن؟ بله، این نکته بسیار مهمی است. یعنی حالا یه جنبه معرفتی داره، ما نمیخوام بحث معرفت شناسی بکنیم. اسلام مثلا کدوم اسلام واقعی، اسلام داعش، اسلام طالبان، اسلام جمهوری اسلامی، اسلام آقای منتظری، اسلام مثلا خاتمی یا اسلام مثلا مهندسان دینی، اینا خب حالا بحثای نظری است، ولی این یه واقعیتی است که من در امتداد پاسخ به سوال قبل میگم که اگر روحانیون منتقد نمیخواهند این اسلام به عنوان اسلام واقعی در از خان جامعه بنشینی، خودشون باید تقلا کنن. خب از قبل هم مثلا مهندسی میگفت این جمهوری نه جمهوریست نه اسلامی، بعدها آقای کروبی همین حرف رو زد. اما الان من معدل جامعه، یعنی معدل کف خیابون رو میبینم، قطبندی رو مذهب نمیذارن و این یک هوشمندی بزرگیست در این جنبش اجتماعی در ایران، چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب. این یک نگاه بسیار هوشمندانه است. حالا این رو بعد بخشی از مخالفین و اپوزیسیون هم دقت کنیم که قطبندی نباید روی اسلام درست کنیم، بگیم اسلام واقعی همینیست که مثلا تو حکومت هست، و این باعث در واقع یه نوع تفکیک و انشقاق در صف متحد و منسجمیست که حالا با همه عقاید از بلوچستان مذهبی سنتی سنی بگیریم تا برخی از بدنی مذهبی جامعه تا اکثریت جامعه که سکولار هستن و خواهان یک حکومت سکولار هستن، بتونیم این اتحاد و انسجام رو حفظ بکنیم. و باز این جمله رو در پایان بگم که یک حکومت سکولار بیش از همه به نفع مذهبی هاست و مذهب رو از چنگ این روحانیت وحشی که حاکم شده نجات میده و روحانیون واقعا متدین رو هم از اون مزان اتهام خارج میکنه. ولی مسئله اصلی این هست که خودشون بخوان این تصویر رو عوض بکنن. سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، فعال سیاسی از پاریس فرانسه. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم.